اینجا تصویر رو انجام دادیم و الان میخواییم بریم سراغ قسمت رتوش داجنبر که تصویرمون رو با استفاده از کنتراست هایی که میدیم خیلی زنده تر و شارپ تر کنیم و بتونیم تنظیمات خیلی بهتری رو روش انجام بدیم. خب من قبل از این کار رو ادامه بدم تمام لایه ها رو با هم انتخاب میکنم، تبدیل به convert to smart object میکنم که لایه اضافی فعلا نداشته بشن. این اوکی شد. خب اگر دوبار کلیک کنیم روی این اسمارت آبجکتمون یک سند جداگانه باز میشه، چون حجم فایلم زیاده مسلماً ممکنه کمی به مثلا مشکل بخوریم، ولی خب ما فعلا کاری به اینها نداریم. میخواییم این سراغ تصویرمون رو و ادامه بدیم. خب حجممونم کم شد، از 400 مگ به 126 مگ رسید. همونطور که میدونین یا اینکه حالا آشنا میشیم، بهترین روش استفاده از داجنبر استفاده از کرو هست. کرو رو هم میتونستیم از منوی ایمیج ادجاستمنت بیاریم، هم اینکه از ادجاستمنت لیرها. ما در دوره های حرفه یا در آموزش های حرفه یا در کارهای حرفه‌مون از ادجاستمنت لیرها استفاده میکنیم. گزینه کرو رو برمیدارم. ما دو تا قسمت خواهیم داشت، یه قسمت داج برن یا تیرگی تصویر. تیرگی تصویر رو وقتی که کرو یا منحنی من به سمت پایین باشه، خب این حالت ایجاد میشه. من کاری که انجام میدم با این گزینه ریست میکنم، منحنی رو به سمت پایین به اندازه‌ای که دلخواه کارم باشه میکشم. ما میخواییم مرحله داجنبر رو به سه قسمت تقسیم کنیم. یه قسمت قسمت‌های محلی یا لوکال هست که برای برطرف کردن عیب ها استفاده میشه. یه قسمت کلی هست که کاری که انجام میده روی کل تصویر اعمال میشه و قسمت بعدی هم برای موها یا مثلا جاهای دیگه ای که اگر خواستیم مثل چشم ها و اینها رو قبلا کار کردیم، لب ها رو که کار کردیم، فعلا موها رو میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب به سمت پایین که بردم، میام به عنوان برن بنویسم، لوکال برن، یا بنویسیم تیرگی های محلی. خب بذاریم انگلیسی بنویسم که دیگه لوکال برن. کنترل ماسک لایه رو انتخاب کنم، کنترل آی رو میزنم، ریورس میکنم که فعلا اتفاقی روی لایه هم نیفته. بعد از اون یک کرو برای حالت روشنایی انجام میدم. روشنایی تصویر من چون زیاده، من کرو روشنایی رو خیلی کم ایجاد میکنم. این رو هم لوکال داج میذارم. دوتا رو توی یک گروه میذارم. کنترل جی لوکال داج اند برن. خب باز میکنم. همونطور که میبینین این رو هم کنترل آی میزنم. همونطور که میبینین زمانی که من داج رو استفاده کردم، غلظت رنگ من خیلی زیاد شده. من میخوام تیرگی داشته باشه ولی چه غلظتی نداشته باشه. پس قبل از اینکه ادامه بدم، از گزینه هیو سچوریشن میام غلظت رو کم میکنم، کمی قسمت سچوریشن رو تغییر میدم، چیزی بین منفی 10 تا منفی 20 قابل قبوله. بستگی به تصویرتون داره، ممکنه حتی جایی بیشتر استفاده کنین یا جایی کمتر. خب من منفی 15 رو انتخاب کردم. این رو ماسکه میکنم روی تصویر زیر با گرفتن کلید Alt بینابین دو تا لایه و کلیک کردم. خب این رو کنترل آی میزنم. میام سراغ این تصویر هم به همین صورت، این رو کنترل آی میزنم که شما ببینین تصویر من خیلی روشن شده. پس میام از قسمت هیو سچوریشن کمی بهش سچوریشن میدم. خب مقدار سچوریشنی که میدیم مسلما کمتر هست، چون ما میخوایم تصویرمون روشن تر بشه.
این رو هم به صورت کلیپینگ ماسک با زدن کلید آلت و کلیک کردن به دست میاریم. یادتون باشه ماسک های داجن برن هاتون مشکی باشه، ماسک های سچوریشن سفید. خب کنترل جی میزنم از این کار، به اسم گزینه بعدی رو میذارم گلوبال یا عمومی داجن برن. خب اضافی ها رو پاک میکنم، اینها رو هم گلوبال میکنم. برای موها هم اینجا میخوایم یک داجمر داشته باشیم، یک کنتراست خیلی بهتری داشته باشه. یک کپی دیگه میگیرم و اسمش رو میذارم هیر داجمبر. خب توی حالت موها هم اگر دقت کنیم ما احتیاجی به هیو سچوریشن برای این کار نداریم، حتی شاید تنظیمات رو تغییر بدیم و بعداً بیشتر کنیم. خب به این صورت فعلا این سه تا گزینه رو داریم، اینجا رو آماده کنیم تا ادامه آموزش رو بریم.